سلام به بینندگان کانال جدید. من ساناز سینای به همراه همکارم آسو اسدی این برنامه از نگاه روز تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع برنامه امروز ما چرا صادق لاریجانی و محمد یزدی به جان هم افتادند. صادق لاریجانی یکی از خوناشامترین و فاسدترین سران حکومت اسلامی از سمت ریاست قوه قضاییه به زیر کشیده شده است و جانشین اون ابراهیم رئیسی یکی از مخوفترین جنایتکاران جمهوری اسلامیه. چرا بعد از این جابجایی سازمان یافته ترین حملات علیه لاریجانی کلید خورده و چرا سران حکومت این چنین علیه هم شمشیر کشیدند؟ موضوعاتی هستند که با مهمان برنامه امروزمون محسن ابراهیمی به گفتگو میشینیم. سلام به برنامه ما، خوش اومدید. منم سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم تو برنامه‌تون هستم. ممنون. محمد یزدی عضو شورای نگهبان دست به افشاگری علیه صادق لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه زده. اگه ممکن برای بینندگان ما توضیح بدین که چه اتهامی به لاریجانی وارد شده؟ بله، همچنان که خودتون در مقدمه گفتین، حملات سازمان یافته‌ای به نظر میرسه علیه خانواده لاریجانی شروع شده، توسط اون هم یکی از قاضی و قضات های خود حکومت اسلامی که پرونده فسادش به اندازه همتراز با خود صادق لاریجانیه. البته تازه شروع شده و چیزایی که گفته فعلا گفتن این هست که صادق لاریجانی گویا با پول مردم به نام حوزه علمیه یا به اصطلاح مدرسه علمیه یک کاخ ساخته، یا صادق لاریجانی گویا بعد از دستگیری رئیس دفترش، رئیس اجرایی دفترش اکبری اسمش فکر میکنم هستش، تلاش کرده با تهدید اعلام بکنه که اگر ایشون آزاد نشن صادق لاریجانی میخواد بره نجف. یعنی این نوعی تهدید طلبه هاست علیه هم دیگه. و خب یزدی هم اینا رو آورده که گویا دستگاه قضایی در طول 10 سال حاکمیت سلطه به اصطلاح خانواده لاریجانی، مشخصا صادق لاریجانی، پر از فساد بوده، فساد اقتصادی، فساد قضایی و غیره، که البته خود این فضایی رو به وجود آورده که دوباره فساد خانواده لاریجانی که یکیش در رأس دستگاه مقننه علی لاریجانی، یکی در رأس دستگاه قضایی که خود صادق لاریجانی است و یکی از برادراشون هم رئیس به اصطلاح بخش حقوق بشری قوه قضایی است که برادر بزرگترش در اونجا رئیسه. خب فساد اینا همچنان داره رو میشه، از جمله 63 حساب بانکی صادق لاریجانی که الان روشن شده که این حساب بانکی بر اساس سودهایی که از پولها و وثیقه هایی که از هزاران نفر گرفته دستگاه قضایی، از اون طریق داره تامین میشه. سودهای کلانی ایشون گرفته، چون به قول خودشون 15 میلیون پرونده هر سال اینا باز میکنن، درست میکنن. و زمینخواری که خودش و برادرش محمد جواد لاریجانی در اطراف قم و ورامین اینا داشتن سالها پیش، در سطح وسیع گویا 300 هکتار زمین رو برادرش در اطراف ورامین، زمینای خیلی حاصلخیز رو تصرف کرده و چاهای وسیع اونجا زده و واقعا کشاورزی اون منطقه رو ویران کرده. همه اینا دارن رو میشن و به نظر میاد که این یه عملی سازمانیافته علیه یکی از باندهای درون حکومتیه. پاسخ لاریجانی به محمد یزدی اینه که سینم خزانه اسراره. لاریجانی دقیقا به چی اشاره میکنه؟ شغلشون ظاهرا باید غیر از این بود. ببینید، در طول حکومت اسلامی در 40 سال گذشته من فکر میکنم به جرئت میشه گفت هیچ رئیس جمهور یا رئیس مثلا دستگاه قضاییه یا وکیل و وزیر حکومت اسلامی رو نمیشه پیدا کرد که زمانی که دعواهاشون بالا میگیره یا مثلا مغضوب میشه عین همین جمله رو نگه که من مخزن اسرار به اصطلاح فسادی هستم که مقامات بالای حکومتی داشتن، و به این معنا تهدید میکنه که به اصطلاح اگر اتفاقی براش پیش بیاد افشا خواهد کرد. یادتون باشه احمدی نژاد بگم منظما میگفت که من هم کلی به اصطلاح پرونده دارم، پرونده زیر بغلمه که نشون دهنده فساد مقامات بالای حکومت، و هرگز هم البته نمیگفت
فقط زمانی میگفت که اختلافات باندی قرار بود مثلا احمد نژاد رو رئیس جمهور بکنه. همه اینها ایشون هم که در رأس دستگاه قضایی هست معلومه پرونده‌های امنیتی و فساد مقامات بالای حکومت که همشون درش درگیر هستن داره و به این معنا به اون داره اشاره میکنه. و جالبه اینها همه با هم چاپیدن، همه با هم دزدیدن، همه با هم زمینخواری، جنگلخواری، دزدی از جیب کارگرها، همه و جنایت و فساد و قتل و کشتار رو همه با هم انجام دادن و همه به طور واقعی مطلع. اون راست میگه، قلبش مخزن اسراره، ولی به همون اندازه قلب اون یکی آیت الله فاسد که علیه این داره افشا میکنه، قلب ایشون هم مخزن اسراره و قلب تمام به اصطلاح مقامات حکومتی. به این معنا دارن از اطلاعاتی که از دزدی همدیگر دارن اینا به معنای گروگانگیری استفاده میکنن که علیه باند دیگه، یعنی میخوان به این معنا حاشیه امنیتی برای خودشون درست کنن که اگر شما چیزی بگین من بیشتر از شما مطلع هستم و واقعیت هم اینجوری مطلع هستن و زمانی که لازم باشه علیه همدیگه استفاده خواهن کرد به نفع نجات خودشون. ماهیت سیاسی پشت این شمشیر کشیدن ها چیست؟ ببینید، ما میدونیم که مقامات حکومت اسلامی میدونن که چقدر جنایت کردن خودشون، میدونن تو افشاگری های سابقشون همیشه روشن شده، میدونن که مردم میدونن اینا چقدر دزدی کردن، چقدر جنایت کردن. خب معلومه که اینها احساس خطر میکنن در صورتی که در دوران خامنه‌ای، در دوران خامنه‌ای که هنوز خامنه‌ای زنده است، مردم بساط اینا رو برچینن، معلومه که سراغ همشون خواهند رفت، سراغ همشون میرن و ما شاهد محاکمه صف عظیمی، صف بزرگی از جنایتکاران و کسانی که غرق فساد بودن خواهیم بود. اینو خودشون میدونن. ولی خامنه ای بالاخره ممکنه به مرگ طبیعی بمیره پیش از اینکه مردم این حکومت رو سرنگون بکنن. آینده ای که اینا تصور دارن میکنن بعد از خامنه ای به نظر میاد خیلی روشنه که این سناریو رو تو ذهنشون برجسته میکنه که کدوم باند، کدوم جنا از همین الان تا زمانی که خامنه ای زنده هست بتونه خودش رو، قدرت خودش رو در درون مافیای اسلامی حاکم محکمتر کنه، تثبیت یافته تر بکنه و به مقامات بالاتری و کلیدتری برسه. چون میدونن که هر کدوم به این وضعیت، به این موقعیت برسه بعد از مرگ خامنه‌ای به احتمال قوی برای اینکه خودش رو نجات بده حمله خواهد کرد به باند دیگه، افشاگری خواهد کرد علیه باند دیگه و به این معنا من فکر میکنم به یه معنا این جنگ قدرت آیت الله ها پیش از مرگ خامنه‌ای و البته از ترس مردم هست که در اون موقع بالاخره علیه همشون هم بخواهند کرد. میخوام بگم که در چند جمله واقعیت اینه که باندهای مختلف حکومت اسلامی پیش از مرگ خامنه‌ای در صدد هستن، تلاش میکنن خودشون رو در آینده نجات بدن و به این معنا بعد از مرگ خامنه‌ای مثلا باند خودشون رو از نظر رهبری به اصطلاح حکومت اسلامی به جایی برسن، شاید حتی مقام رهبری به اصطلاح مقام ولایت فقیه و اینا رو سر اینم جنگ دارن. اساسا به نظر من جنگ باندها به خاطر ترس از مردم بعد از مرگ خامنه‌ای من معتقدم و امروز هم داره وسیع‌تر میشه. ولی یه چیزم اینجا اشاره کنم که واقعیت اینه که مسئله در جامعه ایران فقط جنگ باندها نیست، جنگ قدرت میان باندهای مختلف داخل مافیای اسلامی حاکم نیست، نیروی سومی هست که در کمین همه اینا نشسته. نه تنها در کمین همه اینا نشسته، بلکه مدت هاست که در سطح وسیعی نه تنها منزجره و متنفر از اینا، این انزجار و تنفر رو تبدیل کرده به اعتراضات گسترده کارگری، اعتراض گسترده خیابونی که سال 96 بیش از 160 شهر رو در بر گرفت. میخوام بگم در متن چنین بحران میان مردم و حکومت، چنین شکافی میان مردم و حکومت، باندها و آیت الله های درشت حکومت اسلامی به جون هم افتادن. و به عنوان آخرین سوال، چرا هرچی از عمر حکومت میگذره
تعرض مردم به حکومت ریشه‌ای تر، عمیق تر و خواسته هاشون روشن تر میشه. فقط اگه ممکنه یه مقدار کوتاه، چون زمان برنامه ما محدود. در چند جمله بخوام بگم، برای اینکه هرچه از عمر حکومت میگذره، با توجه به افشاگری های درون حکومت، با توجه به اعتراضاتی که مردم میکنن و حکومت میخواد سرکوب بکنه و از این وسط خیلی چیزا افشا میشه، مردم متوجه میشن که خانه از پای بس ویرانه، این حکومت با تمام سلولهاش فاسده، از ریشه باید بنیانش کنده بشه اگه جامعه میخواد رها بشه. غیر از این برای جامعه راهی نیست. مردم در سال 96 با شعار مشهورشون اعلام کردن که کوچکترین توهمی به هیچ کدوم از این جناح‌های حکومت اسلامی ندارن و کوچکترین توهمی به اصلاح حکومت اسلامی ندارن و باید از ریشه این حکومت رو سرنگون بکنن و نظام جدید رو برپا بکنن. خیلی ممنون از اینکه وقتتون در اختیار برنامه ما گذاشتین. روزتون خوش. متشکرم. از اینکه ما رو تا پایان برنامه همراهی کردین سپاسگزاریم. امیدواریم این برنامه مورد پسندتون واقع شده باشه. تا نگاهی روز دیگر، برایتان اوقات خوشی رو آرزو می‌کنیم.